هلمند برای نیروهای دولتی و خارجی مرگبارترین ولایت بوده است، اما حضور نیروهای خارجی و نظارت نیروها فعالیت‌های طالبان را در این ولایت کاهش داده بود. اکنون به نظر می رسد که با بیرون شدن بخش بزرگی از نیروهای خارجی از این ولایت، طالبان بار دیگر سازماندهی شدند و حمله های گسترده ای را بر چندین بخش این ولایت آغاز کردند. خلای اطلاعاتی یکی از علتهای افزایش حمله های طالبان در این ولایت گفته شده است. نیروهای خارجی با بالون های دوربیندار بخش های بزرگی از هلمند را نظارت می کردند. اما با بیرون شدن این نیروها، این فناوری نیست، از بخش های از این ولایت بیرون کشیده شده است. په کلی ډول باندې د خارجانو او هغه بالونونه چې دی په هوا کې درلودل په ولسوالیو کې درلود هغه په مطلقه توګه باندې نسته. ځینې کسان یې د مشاورینو په ایس باندې دغه لوست چې برطانویانو چې اوازې دي چې هلمند ته د جګړې دپاره ورځئ چې دا به د جګړې نوی درشل پرانستی په هلمند کې. تا سالهای پیش از میان 855 پایگاه خرد و بزرگ نیروهای خارجی در افغانستان، شمار بزرگی از آنها به اطلاع رسانی از فعالیت‌های هراس افغانان و دیگر فعالیت‌های استخباراتی مشغول بودند. اما با انتقال مسئولیت‌های امنیتی، بخش بزرگی از امکانات نیروهای خارجی نیست، از کشور بیرون شدند. بسیار مهم است که تفاوت تکنیکی و تجهیزاتی بین نیروهای ناتو که در مستقر بودند و امروز ما در اختیار خود داریم ای در نظر گرفته شود. بله، نیروهای ناتو امکانات فراوان در اختیار خود داشتند، از نقطه نظر تجهیزات استخباراتی، چگونگی جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی. در حال حاضر هلمند نبردهای سختی را گواست، اما وزارت دفاع ملی میگوید که نیروهای بیشتری به این ولایت فرستاده شدند تا حمله های طالبان را عقب بزنند. د افغانستان وسلوال پوس په ډیره میړانه باندې د ټول هیواد یې وساتلو، هغه پیغام یې وساتلی، اوس هم په یوازې صورت باندې یعنې په تنه باندې چې نه الوتکو کې مشکلات لري، توپونو کې مشکلات لري، ټانکونو کې مشکلات لري، لکه تاسو چې ویلي بالونونه او په دې کې مشکلات لري، سره د هغې نه موږ په قرارمر توګه باندې د خپل هیواد نه دفاع کړې. طالبان از سالها به این سو در هلمند نفوذ گسترده ای داشتند و سالانه بخش بزرگی از درآمدهای مواد مخدر را در این ولایت خرج نبردها در افغانستان و دیگر فعالیت‌های هراس‌افکنانه ایشان می‌کنند. اکنون چند ولسوالی این ولایت زیر اداره طالبان هستند و چندین ولسوالی دیگر را نیز تهدید می‌کنند.